صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح ها زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و همچنان شنونده برنامه از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام. خدا کنه صبح بسیار زیبا را تا این دم سپری کرده باشین. در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و در رابطه با ضعیفی معده، فلج معده یا گستروپارزیس می‌خوایم صحبت بکنیم. حالاتی که گهگاه سبب ناراحتی در قسمت معده، احساس دلبدی و بخصوص این حالت زمان ایجاد میشه بر ما که ما چند لحظه قبل غذا نوشیجان کرده باشیم و ممکن که در اثر حرکات نامنظم یا حرکاتی که کاهش پیدا کرده باشه در قسمت معده چنین مشکل بر ما ایجاد شود. ولی که کدام عوامل واقعا در قسمت ضعیفی معده میتونه رول داشته باشه، کیها دچار چنین وضعیت میشه، راههای تداوی و وقایش کدام ها هستند، تمام این موارد را صحبت میکنیم با دکتر صاحب محترم قیس نیکزاد، متخصص امراض داخله که همین لحظه در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر و بسیار خوش آمدید به برنامه. خدمت خودت رستم عزیز و خدمت تمام هموطنان عزیزی که بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون آریانا هستند، عرض ادب احترام دارم. سلام، امیدوار هستم همتان مثل رستم همه تو بشاش باشین و از بحثی که ما در مورد موضوع مشخص شده می داشته باشیم بتانیم از این طریق به دانش صحی و طبی هموطنان عزیز خود بیفزاییم. تشکر دکتر صاحب، ما هم بسیار خوشحال هستیم از اینکه باز هم شما را با یکی از موضوعات مهم دیگه در برنامه با سر بلند باشین. قبل از اینکه بحث رو شروع کنین، این رنگی که پوشیده بسیار آدم نشاط میبخشه. نارنجی از جمله رنگ های مهار کننده افسردگی است. همه تو بشاش باشه میشه. سلامت باشین، ان شاء الله که شما هم تو با انرژی باشین، با بودنتون بر ما واقعا انرژی مثبت انتقال بدین. خب دکتر صاحب، بعض وقتها زمانی که ما غذا نوشجان میکنیم یک حالت ناراحتی یا سنگینی در قسمت معده بر ما پیدا میشه، یا هم بعض وقتها حالت دلبدی حتی به بعض مردم ایجاد میشه. و قسمی که شما هم عنوان موضوع را قبلا یادآوری کرده بودین، ضعیفی معده، بهتر است از شما در این رابطه مقدمه داشته باشه. قبل از اینکه ما مشخصا در مورد گستروپارزیس یا فلج معده یا ضعیفی معده صحبت کنیم، مستند بر معتبرترین مؤاخذ طبی یک سلسله امراض سیستم هاضمه تحت عنوان امراض عصبی و عضلی جهاز هضمی است. شما بارها نام اچ پایلوری را شنیدین، بارها نام خراشیدگی معده را شنیدین، بارها نام زخم معده را شنیدین، بارها مثلا اسم التهابی شدن معده و روده را شنیدین، آفات پرازیتی معده میای را شنیدین، ولی این اصطلاح یک مقدار نوتر است، ولی معمول هست، عام هست، خصوصا در افغانستان. پروسه نرمال خوردن غذا به چه شکل است؟ وقتی که شما گرسنه میشین، مراکز مشخصه که در قسمت مغز به خاطر گرفتن غذا باید تنبیه شه و این تنبیه میشه و شما اشتیاق پیدا میکنید. مراکز اشتیاق تنبیه میشه، غذا را میگیرین. وقتی که غذا گرفته شد، میده از غذا پر میشه، پس عکسات از میده ارسال میشه به مغز، مرکز سیری را تنبیه میکنه که بیادر بس است دیگه. متوجه هستین؟ یک میکانیزم نرماله و یک محور منظم بین مغز و جهاز هاضمه موجود داره که به نام برین ان گات آکسس میگن، محور مغزی معایی. خب مهم نیست که ما چقدر غذای پرکالوری میگیریم، این به معده مهم نیست. مهم این است که چی معده را تیز پر میکنه، یعنی هر قدر که غذا حجم زیاد داشته باشه و هر قدر که سری معده ما را پر کنه، عکسات انتقال میکنه به مرکز سیری تا ای که بس است و دیگه مانع خوردن ما شود. گرسنگی خودش یکی از حالتهای استرس بار است، در بدن استرس درونی را ایجاد میکنه که ای استرس با گرفتن غذا یا از بین میره یا کم میشه. دقیقا. خب وقتی که ما غذا را گرفتیم، سه نوع میکانیزم های عضلی عصبی حاکم هسته تا اینکه معده بتونه درست وظیفه خود اجرا کنه. نمبر اول، عضلات باید استرخا کنه، وسعت بده خوده یا ریلکسیشن دیش ایجاد شود تا غذا اخذ شود. یک. دوم، این عضلاتی که در معده وجود دارد در هماهنگی با سیستم عصبی پس دوباره باید کانتراکشن کنه، تقلص کنه تا ای که امی غذاهای موجود در معده را مثل آسیاب بار تکاو پارچه کنه. بله. و در پهلوی از او، بعد از اینکه پروسه هضم در معده صورت گرفت، حرکات پرستالتیک و استداری باید موجود باشه تا ای که محتوای موجود آسیاب شده را در معده انتقال به روده کوچک.
یعنی در سیر اینمی تقلصات، استرخا و حرکات استداری ما یک پروسه نرمال عصبی عضلی معده را تجربه میکنیم و غذا را که گرفتیم نظر به نوعیت غذا از 3 ساعت تا 6 ساعت در معده باقی میمونه، میره به روده کوچک، پروسه جذب صورت میگیره، مواد زایش از طریق پروسه به طور مثال تقوط از بدن خارج میشه. هرگاهی که در اینمی پروسه مشکل ایجاد شوه به چه مفهوم؟ یا ای که حرکات پرستالتیک بی نظم شوه، یعنی میده یا بیش حرکتی پیدا کنه یا کم حرکتی پیدا کنه، اما تو که ضربان قلب ما تکیکاردی و برادیکاردی پیدا میکنه، یعنی ضربان از حالت نرمال زیاد میشه یا ضربان از حالت نرمال کم میشه، ما تکیگستریا و برادیگستریا داریم، یعنی امکان داره که حرکات پرستالتیک از حالت نرمال در یک دقیقه زیادتر شوه یا برعکس کمتر باشه. هر دویش جنجال برانگیزه، یا ای که در وقت مناسب میده خودت وسعت داده نتانه و یا ای که در وقتی که باید تقلص نکنه تقلص بکنه. همه از اینا تحت عنوان تشوشات عصبی و عضلی سیستم هاضمه مورد ارزیابی قرار میگیره. فقط کوتاه این مریضا کدام مشکلات می داشته باشند؟ یعنی اگر اینه تو جنجالا پیش یک فردی ایجاد شد، در پلویی که سایر امراض پیشش باید تشخیص تفریقی صورت بگیره، در این مورد هم باید یک مکس شود. این مریضا دلبد می باشند. این مریضا باید اکثر اوقات استفراغات را تجربه می کنند، سیری زودرس را تجربه می کنند، بعد از خوردن نان یک برجستگی و برآمدگی را در قسمت زیر استخوان سینه خود تجربه می کنند، بعد از نان گنگسیت را تجربه می کنند و اکثر اوقات از دیر ماندن غذا در میده شکایت می داشته باشه. و ایتو میگه من بعد از خوردن نان دلبد میشم، 2 ساعت 3 ساعت بعدش استفراغ میکنم، در محتوای استفراغم اما عین چیزی که خورده موجود است. 3 ساعت 4 ساعت از نان خوردن تیر شده، باید این مواد میرفت بروده ولی تال را نرفته. این دلالت به این میکنه که حتما در حرکات و در سیستم عصبی و عضلی میده از این شخص مشکل وجود داره. دقیقاً دکتر صاحب، قسمی که شما هم تمام نشانه هایش را گفتین که چه نشانه هایی داره کسایی که مصاب به حالت به نام ضعیفی معده می شده باشن. حالا من دکتر صاحب در رابطه به عواملش صحبت بکنین که کدام عوامل و فاکتورها در قسمت ایجاد زیاد شدن یا هم کم شدن فعالیت معده میتونن رول داشته باشن. در کل عمدترین عواملی که باعث میشه تا در نزد یک فرد گاستروپاریز را ایجاد کنه یا تشوشات در حرکات و در تقلصات عضلی و در هماهنگی سیستم عصبی و عضلی معده ما را ایجاد کنند، در کل این را به 6 کاتگوری امراض مستند بر معتبرترین مؤاخذه طبی تصنیف بندی میکنند. نمبر اول در کاتگوری اول از این امراض ایدیپاتیک است، یعنی به شکل ابتدایی تشوش وجود داره، سیستم عصبی و عضلی معده ما تکلیف داره ولی علتش هیچ معلوم نیست. یک بر 3 حصه واقعات ای تشکیل میده. 30% واقعات را شکر تشکیل میده. کسایی که دیابت تایپ 1 دارن یا دیابت تایپ 2 دارن، شکر نوع اول و شکر نوع دوم، هرگاهی که 10 سال بیشتر از مرضشون تیر شوه و معاینه 3 ماهه قند خون که HbA1c میگن بیشتر از 8.5% باشه، این افراد امکان دارد در پلوی سوزنک زدن دست و پای، در پلوی مشکلات جنسی، در پلوی مشکلات بینایی امکان دارد ضعیفی معده و گاستروپاریز را همچنان تجربه کنند. بنابراین 30% واقعات ضعیفی معده را دیابت یا شکر کنترل ناشده تشکیل میده. سوم، امکان دارد ضعیفی حرکات عضلی معده در سیر انسدادا ایجاد شود، چه انسدادای میخانیکی باشه و یا ای که انسدادا از باعث قلنجای عضلی، اسپازمای عضلی، شخیای عضلی باشد. ضعیفی معده امکان دارد در سیر بندش رگای خون ایجاد شود، مثل که رگای قلب بند میشه، مثل که رگای مغز بند میشه، امکان دارد رگایی که به معده ما خون را میرسانه اینا در اثر تسلب شراین بندش ایجاد کنه و ما ضعیفی حرکات معده را شاهدش باشیم. در ضمن امکان دارد که ضعیفی حرکات معده بعض اوقات در سیر یک سلسله امراض نادر دیگه ایجاد شود، مثلا کسایی که ایتس دارن، مثلا کسایی که فلج گرده دارن، کسایی که فلج جگر دارن، کسایی که میکروب معده یا اچ پایلوری سپری میکنن، کسایی که زیر تداوی با بعض دواهای دیگه میباشن و کسایی که یک سلسله آفات روحی و روانی میداشته باشن. در آخر امکان داره که ضعیفی معده بعد از عملیات های جراحی پیشک فرد ایجاد شوه، عملیات های جراحی سطحی و عمیق که در کل مریضا اونمون نشانه که دلبدی های معنت، استفراغات معنت، سیری زودرس، احساس پوری در قسمت معده، خرابی هضمیت و خارج شدن محتوای 3-4 ساعت
قبل خورده شده با استفراغ نشانه هایی است که مدلل به این بوده میتونه که ما گویا تشوش در عضلات و تشوش در حرکات عضلی معده خود داره. دقیقاً دکتر صاحب، حالا در رابطه با راهکارهای وقایه است، کاهش حرکات معده یا هم افزایش حرکات معده، بر ما دکتر صاحب نکات مهم را شریک بسازین که چه فاکتورهایی میتونه ما را کمک بکنه تا وقایه بکنیم تا از بچون این حالت مصاب نشیم. رستم عزیز، اول خیلی مهم هست که ما کدام عامل را میخوایم وقایه کنیم. بعضی از عواملی که باعث ضعیفی در حرکات عضلی معده میشه هیچ عاملش معلوم نیست. ما گفتم ایدیوپاتیک میتونه باشه، بی علت میتونه باشه. ما ضعیفی حرکات میده داریم ولی علتش مشخص نیست، این وقایه نداره. ولی بعضی از امراضی که قابل وقایه است او باید به صورت درست مورد تداوی قرار بگیره. مثلا کسایی که فلج گرده دارن، اول اجتناب از این به عمل بیاید که فاکتورهای خطر که باعث خراب شدن گرده ما میشه او را باید وقایه کنیم. کسایی که شکر یا دیابت دارن باید شکر خود را خوب و منظم کنترل کنن، از پرخوراکی بیش از حد جلوگیری به عمل بیاید. کسایی که انتانات ایچ پیلوری دارن او را سریعا مورد تداوی قرار بدن. اختلالات روحی و روانی مورد تداوی قرار بگیره. کسایی که مثلا HIV یا ایتس دارن، مشکلات جگر دارن، زردی سفید سیاه دارن، ای باید مانع ما شویم که پیشرفت نکنه و جگر ما را خراب نکنه و پیش ما سیروز کبد ایجاد نشه. یعنی تمام عواملی که باعث ضعیفی در حرکات عضلی معده میشه قابل وقایه نیست. بنابراین باید اول عامل تثبیت شوه و برایت عامل هم اهتمامات وقایوی و هم اهتمامات تداوی دوایی و غیر دوایی برای مریضا توصیه شوه. بسیار خوب دکتر صاحب، در آخرام فرصتشون محدود است، خیلی کوتاه در مورد تداوی مریضای صحبت بکنین که مصاب به مشکلات حرکات معده هستند و معمولا چون این چیزهایی را که شما یادآوری کردین تجربه میکنن و ناراحتی معده را بیشتر در وجودشان احساس. اول دوست خوبم باید عامل تثبیت شوه. بله بله. اگر شکر بود شکر مریض درست تداوی میکنیم. اگر به طور مثال سایر آفاتی که من پیشتر در بخش عوامل به او اشاره کردم هر کدامش تداوی علیحدہ کار داره، ولی در کل تداوی زی به سه کاتگوری تصنیف بندی میشه. نمبر اول دواهای ضد دلبدی، دواهایی که حرکات عضلی را در معده و روده بهتر بسازه، دواهای ضد افسردگی و دواهای ضد استراب امکان دارد در این امر کمک کننده باشه. دوم عبارت از یک سلسله تغییرات در رژیم غذایی مریض است. هر غذایی که باعث میشه تا این حالت پیش مریض شدت بگیره او باید اصلاح شوه، از پرخوراکی جلوگیری به عمل بیاید، به عوض سه وقت مری شش و هفت وقت نان بگیره کم کم، و در پلی از او کتیازی اگر چاره نشد یک سلسله تغییرات و تداوی های برقی را در معده مریض توصیه میکنند. یعنی از یک تنبیه برقی گرفته تا به پیس میکر، مثل پیس میکر که در قلب شانده میشه، بولتیگک و بیتری که در قلب شانده میشه، عین پیسمیکر در معده مریض نصب میشه تا اینکه از گاستریک دیسریتمیا جلوگیری به عمل بیاید. یعنی نگذاره که نه حرکات معده زیاد باشه و نه حرکات پرستالتیکش کم باشه تا اینکه در پروسه هاضمه فرد مشکلی که ایجاد شده او اصلاح شود. بسیار عالی دکتر صاحب، یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از معلومات مفیدی که با ما و هموطنان عزیز ما شریک کردید. خیلی ممنون، تشکر. وقت خوش داشته باشید. از شما هم قلبا تشکر هموطنان عزیز. ادامه برنامه صبح زندگی را فراموش نکنید. در حال حاضر وقفه.